یک روز بعد از افشای ارتباط برخی مقام های دولتی با بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران محمود احمدی نژاد از دولت خود دفاع کرده و آن را پاکترین دولت تاریخ نامیده است با اینکه آقای احمدی نژاد از قوه قضاییه خواسته عوامل اختلاس را به مردم معرفی کند اما منتقدان دولت را تهدید کرده و گفته به خاطر رهبر جمهوری اسلامی سکوت کرده اما این سکوت طولانی نخواهد بود راجا نیوز سایتی که در انتخابات گذشته حامی احمدی نشاد بوده این موزگیری رئیس دولت را دیر انگام و پر افاده توصیف کرده و از او خواسته از مردم اصخایی کند بعد از اختلاس 11 میلیاردی در استانداری تهران خبر اختلاس 3000 میلیارد دلاری در بانک صادرات توجه رسانه ها را جلب کرد ابتدا رئیس بانک صادرات خواستار تشکر از این بانک برای کشف اختلاس شده بود اما هر روز که گذشته ابعاد جدیدی از این تخلف بزرگ مالی روشن می شود روز سه شنبه رسانه های اصولگرا اما منتقد دولت از ارتباط اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد با عوامل این اختلاس خبر دادند آقای مشایی در دو نامه جداگانه به دو وزیر دولت خواستار همکاری با متهم اصلی اختلاس میلیاردی در بانک صادرات شده بود افشای این نامه ها موج جدیدی را علیه دولت ایجاد کرده اصولگرایان منتقد دولت خواستار پایان حمایت های معنوی رهبر جمهوری اسلامی شدند تا مجلس بتواند با تخلفات دولت احمدی نژاد برخورد کند پیش از این آیت الله خامنه‌ای بارها مانع استیزا و عزل وزرای دولت احمدی نژاد شده بود در این رابطه پرویز سروری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بدون نام بردن از رحیم ماشایی خواستار صدور حکم اعدام برای کسانی شده که با عامل اختلاس در ارتباط بودند مجلس قرار است با حضور وزرای دولت و رؤسای بانک ها به پرونده اختلاس بانک صادرات رسیدگی کند بخشی از این رسیدگی درباره سرنوشت پولی که اختلاس شده قبلا رئیس بانک صادرات گفته بود مبلغ اختلاس به بانک بازگشته امروز هم وزیر اطلاعات اعلام کرد اموال اختلاس کننده بلوکه شده اما اینک اعلام می شود که تنها هزار میلیارد دلار از پول به بانک ها بازگشته و سرانجام دو میلیارد دلار دیگر معلوم نیست روزنامه تهران امروز در گزارشی خبر داده این مبلغ به خارج از ایران منتقل شده ارسلان فتحی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید با این پول میشود برای یک میلیون نفر از جوانان ایران شغل ایجاد کرد سید لیلاس کارشناس اقتصادی هم گفته کل بودجه دفاعی ایران تنها دو برابر مبلغی است که اختلاس شده و با پول آن میشود کل ناوگان حمل و نقل ایران از اتوبوس تا تاکسی های شهری را با ماشین های مدل سال 91 جایگزین کرد رئیس جمهوری ایران در شش سال گذشته بارها از مبارزه با فساد سخن گفته بود اما اینک برخی نمایندگان مجلس میگویند اگر اختلاس های قبلی علنی میشد اینک شاهد اختلاس 3000 میلیارد دلاری نبودیم مرکز پجورش های مجلس در گزارشی اعلام کرده به خاطر عملکرد نامناسب دولت سال 90 سال پرده برداری از اختلاس های بانکی خواهد بود پیش از این رهبر جمهوری اسلامی امسال را سال جهاد اقتصادی نامید برخی نمایندگان مجلس از جمله غلامرضا مصباحی مقدم خواستار پاسخگویی و حتی استعفای مسئولان دولتی و بانکی مرتبط با این اختلاس ها شدند آرش سیگارچی صدای آمریکا